دارن آرنوفسکی اثر دیگه بیرون داده که به اندازه مرثیه برای یک رویا آزاردهنده نیست، اما گریه نکردن در حین تماشاش کار سختیه. اگه بخوام توی برنامه اسپویل کنم، فیلم نهنگ رو قبلش بهتون هشدار میدم. نهنگ داستان یک معلم انگلیسی منزوی 270 کیلوگرمیه که تلاش میکنه رابطه خودش رو با دختر نوجوانش که سالهاست رهاش کرده ترمیم کنه. چارلی روزهای آخر عمرش رو به خاطر آرزوی قلبی حاصل از چاقی مفرط میگذرونه. نهنگ یه درام روانشناختی محصول سال 2022 و بر اساس نمایشنامه‌ای به همین نامه که نقش اصلی اونو برندن فریزر بازی میکنه. شانس جدی اسکار. بانگ چاو هم نامزد نقش مکمل زن امسال بابت این فیلم. بودجه فیلم 3 میلیون دلار بوده و تا به حال 23 میلیون دلار توی گیشه فروخته. آرنوفسکی میگه 10 سال دنبال بازیگر مد نظرش بوده و به همین دلیل که پیداش نمی کرده فیلم نهنگ رو تو این 10 سال نساخته، تا اینکه به برندن فریزر میرسه و کار رو انجام میده. برندن فریزر نقش یک مرد 600 پوندی یا 270 کیلوگرمی رو بازی میکنه. منهای اینکه حالا واقعا وزن اضافه کرده، اما بخش زیادی از این چیزی که از این جسه عظیمی که میبینیم هم گریمه. حدودا 300 پوند بهش چیز میز وصل کردن. از منتقدها نمره متوسطی گرفته، 60-65، و از مردم نمره های خوبی گرفته. IMDb 7.9 دهم، گوگل 93. یکی از مهمترین چیزهایی که منتقدها بهش تاختن نوع نگاه فیلمساز به مقوله چاقی است. معتقدن که فیلمساز با اثرش تحقیر و تمسخر میکنه افراد چاق رو، مقصر میدونتشون. اما به نظر من داره فرد چاقی رو نشون میده که قبلا مسئله‌ای وجود نداشته بابت چاقیش، اما وقتی که به شکل یک پروسه بیمارگون فقط نشسته و خورده و چاقیش اونقدر زیاد شده که به بدن خودش داره آسیب میرسونه و حتما باید بره به پزشک، هر کسی که تو این شرایط به پزشک باید مراجعه بکنه برای اینکه درمان بکنه، چون دیگه اون حد از چاقی حتما مریضیه، من خیلی موافق این نوع نقد روی فیلم نیستم. ولی خب یه مقداری آره، یه مقداری هم زیادی به خاطر بیش از حد چاق بودنش وضعیتش رو اسفناک نشون میده. یه خود بریم تو دل خود فیلم. هنوز اسپویل نداریم، بخوایم اسپویل کنیم میگم. مردی بیش از حد چاق به شکل خفتباری زندگی میکنه. این چیزیه که میبینیم، خود ارضایی میبینیم. از پشت مانیتور میشه احساس کرد بوی گندی توی فضا پیچیده که خود فرد مذکور احتمالاً بهش عادت کرده و حسش نمیکنه دیگه. زن و دخترش رو رها کرده چون عاشق شاگرد شده و بعد از مرگ پارتنرش کارش به خونه نشینی و فقط خوردن و کار کردن آنلاین کشیده. مردی که وقتی بلند میشه واقعا نهنگ رو میبینی. این چیزی که داره از چارلی برامون تعریف میکنه و اون فضای دارک همیشگی آرنوفسکی که اینجا با استفاده از اندازه غیر معمول قاب حس فشار و خفقان رو تشدید کرده. نوع معماری خونه و استفاده از راهروی باریکی که در تضاد با جسم چارلیه، به هم ریختگی و کثیفی خونه، همینطور گریز فیلمساز از نور و استفاده تقریبا دائمیش از بارون اتمسفر رو دلگیرتر میکنه. حتی نویزی که روی تصاویر، اگه به خاطر کیفیت نسخه‌ای که دست ما رسیده نیست، همون نویز هم اینجا اگر خواست فیلمساز بوده کار کردی اینچنینی داره. تصاویر، خصوصا اون معدود تصاویر بیرونی، حس یک آخر الزمان رو میده. نه نگار آخر الزمانه، همه چیز دلگیر و دارک. اینم بگم، امیدوارم که نگن برندن فریزر اگه اسکار گرفت، نگن به خاطر اینه که شرایط جسمی عجیبی داشته و کارهای عجیب غریبی انجام. نه، واقعا عالی بازی کرده. بازیش توی جشنواره ونیز 8 دقیقه به روایتی 14 دقیقه تشویق شد، کاملا نمایش دهنده همدلی برانگیزی از وضعیت فردی با گذشته تاریک، عشقی از سر گذرونده، مایوس، در حال مرگ و تلاشگر برای لااقل یک کار صحیح در زندگی. همه اینها رو بازیگر میتونه موفق نمایش بده، خصوصا با اون کاری که با چشمهاش میکنه
و البته دوربین و لنز هم داره بهش کمک میکنه. یه صحنه خیلی جالب داشت برام. من میخوام مقایسه بکنم با بعضی از آثار داخلی خودمون که وقتی یه چیزی رو میخوان مطرح بکنن چقدر از دیالوگ ما استفاده میکنیم وقتی که حتی نیاز نیست. میگه لیز لطفاً. همین منظورش اینه که پاشو و خواهش میکنم اون مرغ‌های سوخاری رو بهم بده. کلی حرف توی همین لیز لطفاً هست که میشد اینها رو به شکل دیالوگ گفت اما نمیکنه و اون مفهومو میفهمیم. لیز میشه غذا رو به من بدی؟ نه دیگه، مگه من قبلا بهت نگفتم نباید انقدر چربی بخوری وسط خوب نیست میمیری؟ خواهش میکنم پاشو این بده دیگه، اعصاب منو خرد نکن آخرین باره. نه حرفش هم نزن، نمیدم. خواهش، انگار یه پیشینه طولانی اینا روزهای متوالی این بحثو با هم دیگه داشتن که این نخواسته این قضیه چرب بخوره و این ازش خواست. همین لیز لطفا تمام این معانی رو میرسونه. قبل از اسپویل اگه بخوام بگم فیلم ارزش تماشا داره و من نمره 7 بهش میدم. فیلم محترمیه برام، انتهای ویدیو میگم چرا. از اینجا به بعد اسپویل دارید بدونید. دخترش الی که میاد وجوه تاریک شخصیت چارلی خشمگین ترمون میکنه. آسیب هایی که الی دیده مشخصا بخش مهمیش به خاطر اینه که در سن خیلی کم پدرش رهاش کرده و رفته. زنش که میاد میبینیم دائم الخمر شده. اما اینجا فیلمساز یه چیز دیگه ای میاد رو میکنه. کم کم میفهمیم که سال هاست چارلی کار میکنه، به پولش دست نمیزنه برای اینکه بده به الی، حتی جون خودش رو نجات نمیده برای اینکه از این، یعنی از این پول استفاده نمیکنه خودش رو نجات بده از این وضعیت بد زندگی یا بیماریش رو درمان بکنه که ظاهرا بیماریه که میشود درمانش کرد، به خاطر اینکه میخواد این پولها رو بده به بچهش برای اینکه جبران بکنه. نشون میده که چیزهای سفیدی هم تو دل این شخصیت تاریک هست. حتی از طریق زنش میفهمیم که آدم خیلی مثبت اندیشی هم هست و معتقد آدمها خیلی معرکن، دوست داره آدمها رو. پس این سیاهی مطلق نیست، یه انسانه که خوبی و بدی داره، حتی اگر بدی بچربه به خوبیهاش. مادر میگه الی شیطانه، کارهای خیلی بدی میکنه. میبینیم که کارهای خیلی بدی هم میکنه. پدرش رو توی فیسبوک مسخره میکنه، اون بلایی که سر توماس میخواد بیاره که البته به خیر و خوشی تموم میشه. اما فیلمساز همون حرف رو میخواد در مورد الی هم بزنه. نگاه میخواد بگه الی دستپخت شرایطیه که توش دخیل نبوده، پدرش رهاش کرده رفته، آسیب دیده. الی زیبایی درون خودش رو به عمد پنهان کرده که باید ازش بیرون بکشن و نشونش بدن، بگن تو اینی. این که فکر میکنی همه ی آدم ها عوضیان فکر درستی نیست. اینجاست که کاربرد مقاله که از اول فیلم تعریف شده رو میشه. ابتدای کار چارلی از پسر میخواد که براش بخونه مقاله رو، مقاله‌ای که الان ما میدونیم نوشته الیه، مادر برای چارلی فرستاده. حالا چرا تو اون لحظات میخواد اینو بخونه؟ یا باعث میشه لحظاتی که احساس میکنه داره میمیره باعث میشه که جون تازه‌ای بگیره و زنده بمونه، یا اینکه میخواد بگه آخرین چیزی که قبل از مرگش میخواد بشنوه مقاله ایه که دخترش نوشته، چون خیلی براش مهمه. از طرف دیگه مقاله دو تا چیز دیگه میرسونه. اصلا چیه موضوعش؟ نظر الیه در مورد کتاب نهنگ موبیدیک. میگه من ایهب رو درک میکنم که میخواد موبیدیک رو بکشه چون یک پاشو قطع کرده، اما ناراحتم هستم براش چون موبیدیک هم حالیش نبوده که چی کار میکرده که نمیخواسته به این آسیب بزنه. اینم اگر بکشتش بازم باعث خوشحالی و بهتر شدن زندگیش نمیشه. من خیلی درک میکنم ایهب رو، فکر میکنم مثل خودمه. پس اگه نهنگ موبیدیک رو چارلی بدونیم و ایهب رو الی که آسیب دیده از چارلی، انگار داره میگه که تو زندگی منو نابود کردی اما تقصیر خودت نبوده. و یه چیز دیگه هم در مورد چارلی به ما میگه، اینکه نویسنده با استعدادی میتونه باشه. تو پایان بندی مقاله کارکرد خودش رو تکمیل میکنه. انتهای کار فهمیدم که باید پذیرفت آرنوفسکی انگار تغییر کرده. آرنوفسکی و نور در باز میشه، نور میزنه تو.
نور نماد زندگیه که از پشت دختر میتابه. مقاله رو میخونه و این تنها آرزوی چارلی قبل از مرگه. هم زیباترین چیز زندگیش رو از زبان مهمترین آدم زندگیش میشنوه، هم باعث میشه الی از رویکرد خصمانش نسبت به آدم ها برگرده و یادش بیاد روزی اعتقاد داشته کشتن نهنگ دردی رو دوا نمیکنه. سکانس پایانی بسیار زیاد قلیان احساسات ایجاد میکنه و این رو مدیون متن خوب و کارگردانی فوق‌العاده آرنوفسکیه. توی تمام طول فیلم نور رو از ما گرفته، اجازه نداده چیزی از جنس نور ببینیم، بعد تهش روش کرده. خب پس نور اینجا تأثیر میذاره. نوع حرکت دوربین، قاب بندی ها، موسیقی، بازی ها، تدوین، همه و همه یه سکانس بسیار تاثیرگذار و عالی ساخته. نهنگ اگرچه که کماکان دیدگاه تاریک آرنوفسکی رو همراه خودش داره، ولی نور رو در انتها از جهان فیلمش دریغ نمی‌کنه. من با فیلم نهنگ معمولی رو به بالام نمره 7 بهش میدم و برام محترمه، چون باعث میشه دوباره به عزیزانم، به اطرافیانم، به آدم‌های مهم زندگیم فکر کنم، تلاش کنم آدم بهتری باشم، سعی کنم کمتر بهشون آسیب بزنم و کم کنم از خود محوریم.